Du haft. Jag sallar vad som är för sig. Och då... Särdo är surinahl. Väl. Ja, rahmar rahim. بله آخر صفحه 278 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين که مربوط به قرآن هم هستش. خب حالا برگرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة و یذل الله الظالمین یفعل الله ما یشاء. خاطرمون باشه که اونی که در انسان تثبیت میشه، یعنی جزء وجودش میشه، جزء باورهای حتمیش میشه و دیگه دست نمیخوره، اصلا شخصیت ما همونه. من وقتی مؤمن در درگاه الهی حساب میشم که دیگه شکی نمیکنم. خدا یکی میدونم، هرچی میخواد بشه، یکی توش شبهه چیزی هم ندارم بشه. اگه شک داشت روشم هست نیست و حالا میگویم هست تا ببینیم چی میشه، مؤمن حساب نمیشم، شاک حساب میشه، میگن شک دارم. این مطلبش خیلی مهمه. آیا علی ابن ابی طالب برحق یا نه؟ یا 100% برحق؟ اگه شک داشته باشیم بیری توی شاک ها. قول ثابت یعنی دیگه تمام شده، حل شده برات. مثلا چگونه میشه که من اعتقادات صحیح رو، اعتقادن چیزی که عقد قلبی میشه، یعنی قلب من دیگه بر این قرار میگیره، تثبیت کنم در خودم؟ اون سوره نحل همینو گفت، چون راهی هم جز اون نداره که سوره نحل گفته. ببینه سوره نحل این مطلب رو که میخواست بفرماد، آیه قبلیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بحث قرآن کریمه. میفرماد فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر وقتی قرآن میخونی به خدا پناه ببر از شیطان الرجیم. چرا پناه ببره؟ شیطان خیلی ناراحت. یه خانومی هست فاحش است، مشتری داره. یه بار نگاه میکنیم بینه با یکی از مشتریاش یه زن پاکی داره حرف میزنه، یا یه آقایی ترس میگیردش، میگه ای بابا این الان اینو ارشاد میکنه، این مشتری من دست ما میره. ابلیس همینطوره. ابلیس تا ببینه شما پلوی مرشدی رفتی، نشستی پلو پیغمبر اسلام، نشستی پلو قرآن کریم، نشستی تو جلسه علی ابن ابی طالب، یا هر کسی که از این مقوله هاست، وحشت میگیردش، میگه نکنی اینا درستش کنه، این مشتری هم از دست بره. باز آیه رو ببینید، به خدا پناه بش، خدا پناه ببر از شیطان رجیم، چون خیلی ناراحته. شما به معنی اینکه قرآن میخوایی بخونی لرز میگیره بدن ابلیسو، ای بابا این همه زحمت کشیدیم، اینو 4 مثقال گمراهش کردیم، این الان درست میشه. نخون چی؟ ببینید اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. تازه این دستور رو به پیغمبرم خدا داره میده، به خدا پناه ببر. چرا به پیغمبر نمیگه که گوش نکن به وسوسه های شیطان؟ اون که مبد گوش کرد، جاهای دیگه هم میگه تبعیت خطوات شیطان نکنید، لا تتبعوا خطوات شیطان، چون میگه گوش نکنید. اون سر جاش. ابلیس به نحوه قوی هست که فقط خدا حریفش میشه. من اگه تو کوچه که دارم برم یه عکسی رو دیدم، شیر بود، خیلی بزرگ بود. یه بنده خدا که شغلش همین حیوانات و اینا بودش، دکتره، گفتم چقدر اینا بزرگ میشن؟ شیرها گت گندم هستن، مثلا 200 کیلو شیر شالا، بعض وقتا کوچولو هم خیلی بزرگن. این شیر اینجوری وحشتناک گرسنه اگه حمله کنه به من، که اصلا تو هوا خوردادم، کی میتونه منو نجات بده؟ علی میتونه نجات بده اگه باشه اونجا، یک کسی که ازش این هنر بیاد. مالک اشتر تعریف کرده بوده، این درسته همینطوری بوده، چقدر شجاع بودن، گفته بوده اگر شب تاریک
پامو بذارم روی شیری خیلی اون وقت برخورد میشه، خب پامشو درگیری میکنه، حریفش هستم. اینقدر شجاع بوده. اما نمیاد، ما فقط بلدیم جیغ بکشیم و بگویم نه نه. اون بلد بوده چجوری عمل کنه. تو اون فیلم محمد رسول الله همین که زمان طاغوت بود و حالا میدن کاره که هست که مال لیبی داشت، هند جگرخوار میگفت، الان دوباره فیلم نگاه کنی، چون داشت از حمزه ناچیز میکرد، میگفت میره شکار شیر. خب قول فیلمه براتون میگم، فیلم برام سنیا درست کردن، اونا خیلی موافقت. بله حمزه اینطور بودش، حمزه به قدر شجاع بود پامش شد مثل من و شما که میریم سراغ آهو و روبا و اینا، روبا کنه هم آهو، اون سراغ شیر میرفت شکار کنه، خیلی زور و گردن کلفتی میخواد، راست راست میرفت شیر شکار کنه. ها منی بلده ما شیر رو چجور شکارش کنه. میگن ناصرالدین شاه نادر شاه داشت جنگ میرفت برای اون هند و اونجا ها که رفت جنگ، تو بیابونا خب میموندن دیگه، گاهی اترام میکردند و نصف روز اینا اومد، یه روز دو روز و بعد میرفت. حالا جنگ اینجوری بود، یه جا اتراق کرده بودن چند تا از این دوروبریاش، صحبت کردن بریم شکار. حالا بیابون انواع شکارهایی که داشته، نیست وقت داشتن دو سه روز مثلا شکاری کنن، بیارن کباب کنن، تفریح هم دارن، ورزش و از این. این یکی از این دوروبریایشون رفته و شکار کنه، دیدی پسری، ولی پسر خیلی یوغوریه، یه چوبی رو کرده تو دهن یه ببری همچی برده تا وسط ها شکمش، ببر مورد البته، و کور کرده، سنگینه خیلی، اون داره میره. گفت این چیه؟ گفت حمله کرد کشتمش. گفت برای کجا میبری؟ گفت خب میبرم پوستش رو بکنم، خب پوستش چیز کار دارن، حالا گوشتش هم حالا بیفت مصرف میدن به سگاش بخوره، میدن به چه. به فکر افتاد که خوب این ببره از این بخره، منم کول کنم برم پر نادرشاه که برمیگردم جس بگیرم بگم آره این حمله کرد دیگه، من کشتمش و این آقایم شخصیتی برای خودم درست کنم. گفت چقدر پوستش براتون میارزه و چقدر چی و خلاصه بیشتر از اون پول حاضر شد بهش بده بخره، از اونم هم پول مخب داد کول کرد و خیلی همچه با قیافه و چه اومد. حالا بقیه هم اومده بودن، تو چی شکار کردی؟ آهو تو چی شکار کردی؟ گیرم نایمد هر چی. این دیده ببره، گوه این چیه؟ خیلی همچه طبیعی گفت بله این داشتیم حمله کرد، بله خب کشتمش. نادر شاب زرنگ بود، میدونست که این ببر کش نیسته، هرگر کس تریم ناشه خیلی قوی بود بدنش، خیلی هم چی بوده چی به حساب عصبانه گفت تو کشتیش همچین که این دستپاش کشو گم کرد. دید این مثل که فهمیده و نمیشه دروغ گفت، این یه وقتی چپم بیفته بعد دیگه گفت اینجور شده که لو داد. گفت برون پسر رو بردی پیر. گفت اگه نایمد چی گفتش کرد؟ نگو پلو کی میخوام ببرم، ولی پول بهش بده چی کن، بعد زبون بیار پول حسابی بهش بده که بیادش. این رب پدش کرد پسر، آره ما رفیق داریم و خیلی دوست داره تو رو ببینه، این ببره رو دیده و اونم که کار داشت، ولی خب ببینه و بید ببینه. هی پول چی کرد؟ پول پیشنهاد کرد جوری که اون را افتاد اومد که مثلا فرض اگه ببره خرده و 200,000 تومان، حالا 500,000 تومان بشتاد مثلا. این اومدش و گفت نگو پلو کیه ها بیارش جانش. پسر اومدش نادرشا بهش گفتش که ببره تو شکار کرد؟ گفت بله. با همون عصبانیت که به اون گفته بود تو شکار کردی؟ گفت تو شکار کردی. آقا زد تو گوش نادر که 4-5 تا کله ملدار بودش تا خودشو جمع و جور کرد و پا شده اینا، اشاره کرد کسی حرکتی نکنه، یعنی برگی پولم گفت بهش بدید و گفت کارش نداشته باشه برو. اونم رفت پسره و چی کرد؟ وقتی رفت گفت این میتونه ببر بکشه نه تو. ببر این میتونه بکشه نه تو. بله آخه کار هر کس نیست. گفت نگوید که وقت نگه شاه او بترسه، مخواست نشون بده بابا کار ازش میادیم که معمولی نیست. بله حالا برگردیم سراغین. ببینید شیطان حریفش من و شما نمیشه. میدونی شیطان پای منبر همه انبیا بوده،
بگه من چقدر سواد دارم، مگه آیت الله گلپایگانی چقدر سواد داره. این پای تمام انبیا درک کرده، پر پیغمبر اسلام هم بوده، ائمه هم همه چی بلده، تو جسش خراب خوب بده، چیزای بلده که بو نکردیم، اینقدر را بلده، اونقدر چی، یه دشمن خیلی پخته ای هستش. بعدم با تجربه، با تجربه، با تجربه، تمام بشریت رو تا الان تجربه کرده. امام زین العابدین تو صحیفه سجادی التماس میکنه به خدا، میگه خدایا دشمنی به این اطلاعات، به این قدرت، به این با تجربگی، من تازه کار، من که میگن نه، ما ها رو میگن البته، خام ناوارد، اون اصلا نرسیده، ما رو تموم کرده. خدا میگه به من پناه بیار، خودت تصمیم نگی بری مقابلش، تو تموم کار، به من پناه بیار. فاستعذ بالله منش، چجوری به خدا پناه ببریم؟ خب اولا که حرفن بگم اعوذ بالله من الشیطان، تو قلبت هم پناه ببر که خدا به تو نه پناه ببره، ما خدا نمیذاره، خدا هست، پلوس واشده، خدا هستش، قائم اون الله کل، واقعا پناه ببر بش، خدا هم قبول میکنه، خودش هم گفته پناه بیار و تسلطش رو برمیداره. هست چرا قرآن اینطور حساسه؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا. این آیه بعدی خیلی عظیمه ها، مهمه. انه به درستی که ابلیس، ليس له، نیست برای اون سلطان، هیچ تسلطی بر مؤمن نداره، تسلط فیزیکی یعنی نداره. به کی؟ به کسانی که آمنوا و علی ربهم یتوکلون. داشتیم میرفتیم تو کوچه بنده خدایی، گفت خدایا به تو توکل کرد، حالا هم گوش میکردم، نه به این خلق روزگار، اینم گفتم بلش، ولی چون آشنا بودم باهاش، این آدم بی سوادی بود، نمیفهمید چی میگه، رو عادت میگفت. اصلا توکل یعنی چی؟ توکل اصلا معناش یکیتون بگو توکل یعنی چی؟ میخواد توکل کنه چیکار کنه؟ بله خدا رو وکیل میگوی انجام، نه خدا رو گوی این نیست که خدا برای ما مقدر کرده شازی باشه، اونم نیست. وسائل رو که خداوند برای ما قرار داده استفاده کنیم و در این حال بگیم نتیجه دست شما اساسا کریم. خب حالا هم اولش کار حل میکنه، نه میدونه این نه توکل اینا نیست. شما وقتی بنا داری 100% این رساله ها رو عمل کنی، این اسمش توکل، این حرفا نیست، این خیال بافیس میکنیم. ببینید من مریضم، دارم میمیرم، دکتر رو معرفی کردن و باور کردم و میگن آه حاذقه و دواش دواست، من چون باور کردم نسخش رو دارم مو به مو عمل میکنم و مطمئنم خوب میشه، این اسمش توکل به دکتره، یعنی دارم دستوراشو عمل میکنم، قبولش اتکاله دیگه، یعنی قبول کردم. یا آقای چشماش بسته است، فرض مثال دارم درست میکنم، این یه نفر دیگه همین آدم رانندگی بلده، یه نفر دیگه رانندگی بلد نیست ولی خب چشماش بازه، ناچارم هستن این ماشین رو ببرن، به اون کوره میگه تو بشین پشت رول، تو بلدی، من بهت میگم چجوری برو، چاری ندارن دا بخواه نرن باشیم بیان پایین نیست، ولی کاملا باید گوش کنه این چی میگه، میگه سرعت اینقدر، یه ذره واسا الان بپیش 10 درجه سمت راست، یکو سرعت کم کن، حالا میتونه زیاد کنی، حالا واسا 5 درجه دست چپ، اگه یه درجه یکش تقلب کنه ناجون میشه، چون چشماش نمیبینه، فقط بلده برونه، این میبینه، اگه یه ذره از رساله ها تخلف کنید تمام کارتون، این توکل بشه، یعنی کاملا اتکالش به حرف این راهنماست. توکل یه چیز عملی خیالی و فلان اینا نیست، من نمیدونم تو این دنیا چیکار کنم که گرفتار نشم، گول نخورم، از بین نرم، نابود نشم، ضایع نشم، دیو تا آخر بیا، خدا میگه فقط گوش به حرف من بکنه، همه حل میشه. حرفای خدا کجاست؟ این رساله هاست، ندیدید این، برید ببینید وقتی این رساله ها رو میخوان بنویسن چه پدری ازشون در میاد، چهار چشمه فقط قرآن میپند و لبای چهارده معصوم که تخلف نکن،
رساله رو کسی از ذهنش نمی نویسه، هرچی خدا گفته دستوره بنویسه. خیلی دقت، خیلی دقت، خیلی دقت، یعنی بهتر از این دیگه نمیشه. حرف خدا اینجاست. وقتی اینا رو عمل میکنید مو به مو، یه جاش عمل نکنید منتظر باشه یه چه بد بد. این که داره راه نمایی میکنه اون راننده ها رو، بگید 20 درجه به پیش دست راست، ریل کن بابا میریم دیگه، منتظر عاقبت به خیر نباشه، الان بس میره تو کو. تو این دیگه راه نمایی نکرد، از خودش داره عمل میکنه. خودت فکر کن تمام کار. عایشه گفتش که شب نوبت من بود، پیغمبرم شب نوبت من، آخه پیغمبر که نصف شب به بعد که دیگه میرفت سراغ نماز و چون هم سر شب، خب اولا انسان سر شب که زن و شوهر نمیشن بیدار بشینن که بالاخره خوابشون بره، گوه یه بیار شد من پیغمبر نیست تو رخت خواب. این فکر آخه اتاقا پلو هم بودش، نکنه این رفته پلو اون زنشون را که پلو زن هم میشه، این خیال میکنه. شما چون چند تا زن بیشتر نداری کمه ده گرفتاری، اگه زیاد باشه فکر میکنه تا دیر میگه رفته پلو اون رفته پلو. این پاشت بره ببینه کجا رفته شد. نه بقیه من نبیره بند خدا نوبته این بود جایی نبلا، خب نبود و دیر اینجا مثل که اونجا آقا واسه ده حالا حیات بود کجا بوده، و بره بشدت التماس میکنه به خدا، میگه رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. چشم به هم زدن منو به نفسم واگذار نکن، یعنی همیشه تو بگو من چه کنم، تو افسارم رو داشته باش، نکنه به فکر خودم کاری رو بکنم. دید خیلی ناجور در این دعا رو میکنه و گریه میکنه و میلرزه و اینا، و حالا چی میشه یه چشم به هم زدن خدا خود تو رو به تو خود بزنه التماس میکنی. آقا فرمودن که عایشه برادرم یونس یک چشم به هم زدن خودش تصمیم گرفت و گرفتار شکم ماهی شد. این دومی خیلی خطرناکه. پیغمبر فرمودن که عایشه والله هست باز، اگه یک چشم به هم زدن خدا منو به خودم بگذاره همون لحظه با سر به اعماق جهنم میره. اینو درستش کن. خدایا پیغمبر عقل کل، علم کل، یه لحظه خودش بخواد تصمیم بگیره همون لحظه رفت تای جهنم. من چیکی چیم ندارم بخوام خودم تصمیم بگیرم؟ تازه هیچ خبری هم نیست، نه عقلی در کار. یه آقای یه کتابی نوشته بود، حالا از دنیا رفتش، نوشته بود اسم کتابش، نوشته بود عقل و دین، کتاب به حجم این رسم میرفوخ. من بودم پامن برش قضیه مال 45 سال پیش، گفت ما کتاب نوشتیم عقل و دین، حالا که پخش کردیم میبینیم مردم نه عقل دارن نه دین. پیغمبر که اون همه عقل بود و اون همه علم بود، میگه یه لحظه خودم فکر کنم اعماق جهنمم. ما که دیگه واویلا، ببین خطرناکه. شما می دعا رو میتونی بخون، بگو رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، میتونی به صیغه جمع بخونی ربنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. خدا به رسول اکرم کمکمون کنه ان شاء الله. ببینید آیه برمیگردیم سراغ آیه، میفرماد که ابلیس تسلطی نداره منتها به کسانی که آمنو و علی ربهم یتوکل. من به یه دکتر اومده تو محل، خیلی ایمان دارم، قبول قبول، ولی نسخهشو نمیپیچم بخورم. قبولی فایده نداره، مریضی میکشدت، باید نسخهشو بپیچ و مو به مو عمل کن. من خدا را قبول دارم، قرآن را قبول دارم، نجات پیدا نمیکنه که. قبولی چیه؟ باید عمل کنی، باید همه دستور رو عمل کنی. عمل نجات میده آدم، قبولی چه کاری ازش میده؟ شما رفتی خونه شامو قبول داری، چلو کبابو قبول داری، جوجه کباب قبولی که سیرت نمیکنه که، بخوری به جایی قورت بدی، قبولی که کاری درست نمیکنه. من ایمان دارم به جوجه کباب، ایمان دارم به شربت ها، واقعا قبوله، همه قبول داری، قبولی کار نمیکنه. آمنو، ببین قرآن دیگه، و علا ربهم یتوکلون، که توکل تمام، عمل تمام، عیار به دستورات شرع. بله اینجوری که بشه شیطان امیدش قطعه، این گوش نمیکنه به حرف ما.
خدا را قبول داره، همه جام خدا را اطاعت میکنه، خوش اونم که کاری ازش نمیاد، اینجوری باید نجات پیدا. حالا دنبال آیه. و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم ما ينزلوا قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. حالا اون بمانه. آیه بعدش قل نزله روح القدس من ربك بالحق. این آیات از کجا میادش؟ یه روز پیغمبر از جبریل پرسید جبریل این آیه ها را کجا میاری؟ عرض کرد من اینا را از میکائیل میگیرم. فرمود میکائیل را کجا میاری؟ گفت از اسرافیل میگیرم. اسرافیل را کجا؟ گفت اون در محل عبادتیش لوح میاد میخوره به پیشونیش، رو لوح نوشته میاد که به ما میخونه میاد. گفت لوح چجوری نوشته میشه؟ گفت لوح رو قلم روش مینویسه. گفت قلم چجوری؟ گفت خدا امر میکنه به قلم، رو لوح مینویسه و این ردیفا طی میشه تا من بیارم براتون. امام بهشتب که داشتن در حدیث سلسلت و ذهب میگفتن نیشابور، این سلسله رو گفتن اونجا. فقها میگن مستحب رو کفنتون حدیث سلسلت و ذهب رو بنویسید، مستحبه خوب برای نجات و چه و اینا. اون وقت سندش رو آوردن اینجا که این که میخوای رو کفنت بنویسی اینا چی هست، چه جور بنویسی. حالا تیکه همین تیکش رو میخونم براتون. اینه بله، حدیث سلسلت و ذهب. بسیار خوب. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. حاج آقا میگن صلوات بفرستید که مثلا من چشمم بخوره. باشه نه هست اینجا زیم میبینم اون وقت من بیچاره واقعا میگم، نه اینکه مثال بزنم، گاهی برای اینکه یه مطلب رو پیدا کنم 11 ماه میگردم، روزی 5-6 ساعت. شما که اینا همین دم دست دارم برش داره. بعض وقت برای اینکه یه دونه فتوا درست کنیم 8 ماه گرفتار. اینا بیه جا پلو هم ننوشتن که همچه ساب بشه اسم بشه. اعتماعا اگه سلات برستم بیشتر حواسم پرت میشه، بعض حواسم جمع کنم پیدا میدونم. حالا اینا بخوام بگم علمی دوریه، خب بعد دنبال بود چه کرد چه کرد. بله حالا الان به همین که آقا حالا از حافظه میگم تو چشمم بخوره، فرمود که پدرم از پدرش 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 ان جبرائیل ان میکائیل، از پیغمبر ان جبرائیل ان میکائیل ان اسرافیل ان الله ان القلم قال الله تبا امر ردیف رو گفت. آقا حدیث سلسله تو زب همجا اصلا چشمم نخور بشه. خدمت شما شود که حالا برگردیم اینجا فرمودن که روح القدس میاره من ربک بالحق. بالحق یعنی چه؟ یعنی مطالب همه درسته، همه الان هم که میاره، وقتش هم همه الان، هم خودش درسته هم الان که آورده درست. لیثبت الذین آمنوا. حالا کار من و شما و این خواسته ایشون برمیاد، این کتاب ما رو میتونه تثبیت کنه. این کتاب تثبیت میکنه مؤمنین رو. بعد چجوری تثبیت من بشم با این کتاب ایمانم؟ فقط خوندن، توجه کردن، دقت کردن و دل دادن و همینطور. بله دور نشیم از این کتاب ها. این کتاب هست ایمان رو در ما تثبیت میکنه. لیثبت الذین آمنوا. پیغمبر فرمود هر کس از غیر قرآن طلب هدایت کنه گمراه میشه و هرگز هدایت نمیشه. قرآنی که خودن لناس هست، خودن لناس و بینات من الهدا و الفرقان، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدن و بشرا للمسلمین. ما زور اومدیم خونه امروز،
خانواده گفت نهار بخوری، گفتم لباس در بیارم بالا. چیزی از تو قرآن می‌خواستم ببینم، مونده بود یه تیکه، باز تردید کردم ببینم تو تفاسیر. این مجمع البیان تفسیر خیلی عظیمی هست، خیلی خیلی دقیق و خیلی تو نتیجه بگیرم. طول کشید، آدم اومد بالا که من نمیخوای بخوره، بل راست میگم برم لباس در بیارم، یعنی 10 دقیقه مثلا 5 دقیقه، یعنی الاشون نیم ساعت شده، چاره ای نیست. گشت و دید و نگاه کرد و اقوال و قوی و قرآن دیگه، که این چی میخواد بگه، اون چی هست، این منظورش چیه، اون منظورش چیه، چاره ای نیست. شما راه بلدی، شما چاره ای جز خوندن و فکر کردن و بلد شدن و تفسیرها رو خوندن و دقت کردن و ادامه دار تا این تثبیت بشه به عقاید حق، به حقایق در وجودمون جا بگیره و که عوضم دیگه نشه. یکی اینجوری میکنه و هدا و بشرا للمسلمین. حالا برگشتم من سراغ سوره ابراهیم. این یثبت الله الذین، پس خدا تثبیت رو با قرآن میکنه. خود همین خدا، صاحب هم کتاب، خودش میگه من خودم با وجود خودم و خدای خودم این کار نمیکنم. چیکارش کنیم؟ بریم خط بزنیم بگم نگوی این حرف رو. الان میگم چی میگه از رو خود قرآن. الان سوره مائده رو دارم میارم که آوردم. ببینید طرز صحبت کردن خدا رو. یا ارحم الراحمین، میفرماد این سوره که دارم، این قرآن که من دارم میرم میرفستم، این نوره و من با این کتاب رهبری میکنم. حالا هم چشمم به آیه بخوره، بله همه اوائل هم هستش، بله. یا ارحم الراحمین، چشم، بله همش همینجا هست، بله. ببینید حساسیت شدیدی سر قرآن کریم درست شده. اوائل سوره مائده بحث نزول قرآنه و پدش کم آیه 15 است. ببینید اولش اینجوری شروع میشه، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الحق ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور، این کتاب رو خدا میگه نور هست، و کتاب مبین، یهدی به، یهدی فعل، یه دونه فاعل هم بیشتر نداره، اونم خداست. خدا هدایت میکنه با این کتاب، با این کتاب. نمیگه یهد الله، میگه یهدی به الله. این خیلی مهمه. میگه من با این زن شما، میگه این خرجی ما رو از کجا در میاری؟ میگه از این مغازه دارم. خدا میگه با این کتاب من هدایت. خب میتونه قرآن که دست من شما نیست، بنویس روز یهد الله چیکار میگه؟ میگه یهدی به الله. همین قرآن، همین قرآن در سوره قاف ببینید با محمد چجور صحبت. اللهم صل علی محمد. سوره قاف سوره 50 قرآنه، اونجا همین جور با ایشون صحبت میکنه، میگه با این قرآن مردم هدایت کنن. سوره قاف جلو من باز شد، بله قاف که خودش 518 است، تا میگه که این کتاب اصلا مهمه، این مطلب با این کتاب برو مردم هدایت کن. حالا الان سوره قاف زیاد حجمی نداره، نگاه کنید، با این کتاب هدایت کن مهمه، بله اونم با همین کتاب. چرا اینقدر قرآن میخون؟ چرا شبا میخون؟ چرا روزا میخون؟ چه این کتاب باید بیاد، این کتاب باید بشه، کتاب هدایتی، با این کتاب مردم هدایت کن. اونم میگه با این کتاب، خودش هم گفت که اگر از غیر قرآن پیغمبر کسی طلب هدایت کنه گمراه میشه و هرگز هدایت نمیشه. همینجور نگاه کنید، هم کلمه توی این کلمات قرآن هست که پیغمبر با این کتاب مردم هدایت کن. یا ارحم الراحمین، حالا وقتتون گرفت میشه. این همچه حساسیتی رو قرآن کریم هست، یهدی به الله من اتبع رضوانه. منتها حتی باید ما رضوان خدا رو تبعیت کن، یعنی هر آشغال کله ای رو هدایت میکن، باید آماده بشی هرچی تو راضی، هرچی تو میخوای. اون وقت یهدی سبل السلام،
و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. من غرق تاریکی ها هستم، جهل و نادانی و حماقت و حسادت و دبیا، چجوری از این تاریکی ها نجات پیدا کنم؟ این کتاب یخرجم، خارج میکنه من رو از ظلمات به نور، به اذنهی، خدا اجازه داده این کتاب این کار بکنه. و یهدی هم الى صراط مستقیم. آبه بره بخون خدا اگر بخون. به این قرآن کسی که یخاف و وعید تذکر بده، نه خودت حرف نزنی ها، بل قرآن، اینا حساس ها، قرآن رو ما چکارش کنیم؟ این کتاب تو خونه های ما هم هست، خدا حجت رو بهمون تموم کرده. من بابام رفته بود ننم رو بگیره، گفته بود قاعد قرآن مهره من کنی، نوشتم قرآن کلام الله بشه، ما هم بنویسیم مهریه یک جلد کلام الله. خدا داره منت میذاره، قرآن اساس کشی هم میکنی، اول قرآن آینه میبری، دست خدا توشه، میخواد از این قرآن جدا نشید شما. قرآن تو تاخچه هست برو. من نمیدونم خونه ما چجور میشه هی قرآن زیاد میاد، جدا نه، یه نگاه میکنیم 30-40 تا قرآن شد، هی میدیم به این هیئت به اون هیئت، باز پر روزه نگاه میکنیم باور کنیم 30 تا قرآن جمع شد، از کجا میاد هی قرآن زیاد میشه. خب هست خونه شما هم هست، اصلا کدوم خونه هست که قرآن توش نباشه؟ خب بریم، خب بریم کتاب خدا حجت تمام کرده، خب بخوندی تثبیت بشیم تا تو وجودمون جا بگیره. اینا دواهای ما اینجا ها هستش، اعوجاجا رو این درست میکنه، فیه هدن ورون، قل هی للذین آمنوا هدن و شفا، شفا اینه مثل مرض که داریم خوبمون میکنه. باید تبعیت کنیم دنبال بریم، اون وقت مهمه که دیگه اون ایمان ها خراب نشن. 10,000 جور گرفتاری هم پیدا بشه، وقت تو خدا شک نکن، تو قیامت شک نکن، تو حقانیت معصومین شک نکن، تو نماز و روزه شک نکن. خب من اینو بگم بریم خدمت آخرت چی؟ نه کسی وعید و قبول نداشته باشه اصلا گوش به حرف نیست، اصول دینه و آخرت دینه این که چرا میگه در آخرت؟ اینه اون طرف ببریم، الان شما میخوای وارد عالم آخرت بشی، همین ایمان هم ملاک شخصیتته، اگه شک تو خدا داشته باشه درجه جهنمه، شاکی باید یقین داشته باشی. بله اونجا سرمایه همون تو آخرت همین حرف هست. بله حالا من اینو بگم، حرف بحثی من اینجا تا. یا آقای این از زمان خیلی سال پیشه، این یه مدت آخوند بوده، بعد لباس در برده و رفت و داد گستره، حالتا باز آنها با سوال نیست، خیلی وقت ندیدمش چون زیاد شده شک نمارده باشه، چون سنش از من به 20 سال بزرگتر، مرد خیلی خوبی. حالا این گفتش که رفتیم توی دهی سخنرانی کنیم و طرف های لورا اونجا ها لورستان، گفتش که صاحب خونه من برده بود که منم مارم از اونه چه سخنرانی کنم بدم، مهمان این بودیم، گفت خیلی مهربانه میکرد، خیلی محبت داشت و احترام خیلی بود، گفت ولی دم نماز نمیخونه. خب یه روز درست خودم میفهم، گفت فلانی نماز شما نمیخونه، گفت ای آقا نگو نگو. گفت چی نه؟ گفت یه آقای اومده بود اونجا، گفت من نه آقا نماز خوندم، سخت بخونه تیر افتاد چیز شد، من نماز به هم نمیاد. گفتم آقا این تصادف شده، حالا یه دفعه تو نماز خوندید اتاق مثلا سقف چیزی شده، این نیست اینجوری که نماز بیا نیا، نداره که سقف نماز به من نمیاد. گفتم التماس و زینه که قانعش کرده بود، نه بخون نماز ها، یه دفعه تیری اینجوری، گفتم نه نگو نماز به من نمیاد. ببینید حالا شاید اون افتادم، باید یه جوری نشون که خیال کنیم دستوری از دست توی شهر به ما نمیاد، نه نه، باید این را اجرا کنیم، بد باشه خوب باشه، یا عبود الله علا حرف نباشیم، ادوت نماز بخونیم و از خوب شد پس درسته، نه بس خوب بشه یا بد بشه این کارا درسته، باید انجام بگیری. اللهم صل علی آیونی دارن تشبیه بدن از بس سلوشم سر علی فرها پنج شب روزه هفته دو ای دوستا چی تشبیه زن نو مرد